درود بر شما، امید هستم اینجام رو دست شما هم شاهد رو دست دیگری هستی. اکشن. سالهاست تجزیه طلبان با تحریف قوانین بین المللی در صدد هستند با عناوین مختلف ایجاد اختلاف نمایند. یکی از ادعای تجزیه طلبان که با تحریف و نادیده گرفتن قوانین بین المللی صورت گرفته، ادعای پوچ حق آموزش زبان مادری و حق آموزش به زبان مادری است. تیم رودست قبلا برنامه 43 خودش رو به صورت مفصل به این موضوع حساس اختصاص داده بود، اما در این برنامه بر طبق قوانین بین المللی نشان خواهیم داد قومیت ها تنها حق تکلم زبان مادری رو دارن و حق آموزش زبان مادری به عهده دولت نیست و آموزش به زبان مادری هم در هیچ جایی از قوانین بین المللی ذکر نشده. خانوم ها و آقایان، موضوع این هفته برنامه رودست این است: طبق قوانین بین المللی اقوام تنها حق تکلم زبان مادری دارند، نه حق آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری. تجزیه طلبان طایفه‌گر عدم آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری و توسط حکومت پادشاهی ایران و حکومت برآمده از شورش 57 را از ستمهای قوم پارس به قومهای دیگر می دانند، در حالی که این چنین نیست. هیچگاه در ایران چه اکنون و چه پیش از شورش 57 فراگیری و آموزش زبانهای غیر پارسی محدودیتی نداشته است، ولی دولت‌ها موظف به انجام آن نبودند. از این رو حکومت‌ها کوششی نیز در این زمینه ننمودند و بخش خصوصی نیز گرایشی به ورود در این حوزه نشان نداده است. اینکه برخی جریان‌ها توقع آموزش زبانهای منطقه‌ای را در مدارس برخی استان‌های کشور دارند، نه دلسوزی برای زبانهای منطقه‌ای که زمینه چینی برای ناتوان‌سازی و کمرنگ نمودن زبانهای پیوندی همه مردم ایران یعنی پارسی می باشد. روشن است که اگر در منطقه گرایش به آموزش و فراگیری زبان محلی باشد، این مهم باید به همت مردم علاقمند آن خطه رخ دهد و چشم داشت به دخالت دولت در این مقوله توقعی است که در چند دهه گذشته آزمون خود را پس داده و پیامد مثبتی نداشته. حالا باید براتون جالب باشه که طبق قوانین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اقوام و اقلیت‌ها تنها حق تکلم زبان مادری خود را دارند و هیچ اشاره‌ای در این میثاق بین المللی به آموزش زبان مادری نشده، چه برسد به آموزش به زبان مادری. به ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توجه بفرمایید. In those states in which ethnic, religious, linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right in community with the other members of their group to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language. ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در کشورهایی که اقلیت‌های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت‌های مزبور را نمی‌توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود بهره‌مند شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند. همان گونه که مشاهده کردید، در ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هیچ اشاره‌ای به آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری نشده و تنها حکومت‌ها موظف هستند حق تکلم اقوام و اقلیت‌ها را محترم بشمارند. اما بند 3.1 و 3.2 ماده 23 نظریه تفسیری حقوق اقلیت‌ها در باب ماده 27 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که توسط کمیسریای عالی سازمان ملل نوشته شده، حسابی بال و پر تجزیه طلبان را قیچی کرده. به بند 3.1 و 3.2 ماده 23 نظریه تفسیری ماده 27 میثاق بین المللی که توسط کمیسریای عالی سازمان ملل نوشته شده
با دقت فراوان توجه بفرمایید. The covenant draws a distinction between the right to self-determination and the rights protected under Article 27. The enjoyment of the rights to which Article 27 relates does not prejudice the sovereignty and the territorial integrity of a state party. ماده 23 نظریه تفسیری ماده 27 میثاق بین المللی بند 3 قسمت اول. این میثاق بین حق خودمختاری و حقوقی که بر طبق ماده 27 محفوظ می باشند تمایز قائل می شود. بند 3 قسمت دوم، برخورداری از حقوقی که به ماده 27 مربوط می شود، حاکمیت و تمامیت ارضی کشور عضو را تحت تأثیر قرار نمی دهد. بله، همون گونه که مشاهده کردید بند 31 و 32 ماده 23 نظریه تفسیری کمیته حقوق بشر سازمان ملل در مورد ماده 27 میثاق بین‌المللی صراحتاً میگوید حق تکلم اقوام و اقلیت‌ها نباید بهانه‌ای برای خودمختاری و تهدیدی برای تمامیت ارضی محسوب شود. بذارید به صورت ساده از این قوانین بین‌المللی نتیجه بگیریم. حق تکلم اقوام به زبان مادری بلامانع است و این حق طبیعی هر تیره ایرانی است که در کنار زبان رسمی ایران به زبان مادری خیش تکلم نماید. آموزش زبان مادری طبق قوانین بین المللی وظیفه حکومت‌ها و دولت‌ها نیست، اما اگر تیره دلش خواست در کنار دروس دیگر کلاسی هم برای آموزش زبان مادری خود داشته باشد با هزینه خصوصی بلا مانع می باشد. اما همین آموزش زبان مادری و کلاس هایی که برگزار می شود نباید زمینه‌ای برای ایجاد جریانات تجزیه طلبی شود، وگرنه طبق قوانین بین المللی حکومت ها می توانند جلوی همین آموزش زبان مادری که با بخش خصوصی هم اداره می شود را بگیرند. ولی آموزش به زبان مادری، این به خیلی مهمه، زیرا تفاوت ایجاد میکنه با آموزش زبان مادری. آموزش به زبان مادری یعنی این که خواندن تمامی دروس به مانند ریاضی و فیزیک به زبانهای کردی و ترکی و عربی و غیره در خاک ایران. شما عزیزان میهن پرست باید توجه کنید که این ادعا کاملا مستک است و هر کس در هر جایگاهی که چنین ادعای نادرستی را بیان کرد با ارائه قوانین بین المللی و حقوق بشری بر دهان یاوه‌گویش بکوبید. در برنامه 86 رودست به شما عزیزان طبق قوانین بین المللی نشان دادیم تجزیه طلبان حق آزادی بیان ندارند و حال در این برنامه با ارائه اصل بین المللی و حقوق بشری نشان دادیم حکومت ها و دولت ها تنها موظف هستند حق تکلم اقوام و اقلیت ها را محترم بشمارند. هرچند واژه اقلیت ها در حقوق بین المللی اومده، ما در ایران اقلیتی نداریم و هر کس خود را ایرانی می‌داند اکثریت حساب می‌شود. مطرح کردن آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری زمین چینی‌هایی برای تجزیه طلبان می‌باشد که بتوانند برای افکار ایران ستیزانه خیش فضا ایجاد کنند. در هر کشوری زبان رسمی وجود دارد و تمامی شهروندان موظف هستند به زبان رسمی آموزش ببینند و در کنارش با هزینه بخش خصوصی می توانند کلاسی برای آموزش زبان مادری داشته باشند که این امر نبایستی زمینه‌ای برای ایجاد جریان‌های تجزیه طلبی شود. ولی آموزش به زبان مادری از آن ادعایی هست که همکنون اگر در اروپا مطرحش نمایید به عنوان بیمار روانی در تیمارستان شما تجزیه طلبان را بستری می نمایند. بر تمامی ما ایران خواهان است که با مطالعه دقیق موازین بین المللی بدون واسطه رسانه های پارسی زبان مانند بی بی سی و صدای امریکا به اطلاعات درست دسترسی داشته باشیم تا به هنگامش جلوی تحریفات دشمنان ایران را با ارائه سند و استدلال‌های منطقی بگیریم. اگر در این برنامه احساس کردید حرف حساب و روشنگری شده، با پیشنهادات و انتقادات خودتون ما را حمایت کنید. برای پخش این برنامه در سطح گسترده در فضای مجازی اسپانسر مالی رودست شوید. این برنامه را هم که همکنون دیدید تا اونجا که میتوانید برای آگاهی رسانی و مبارزه با تجزیه طلبی
به اشتراک بگذارید، لایک زدن و اینوایت دوستانتون بر روی پیج فیسبوک رودستم یادتون نره. ایران بزرگ آرمان بزرگ می‌خواهد. تا برنامه بعدی، رودستی دیگر، آینده ایران بدرود.